سلام، جمعه 29 دی 96، 19 ژانویه 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه صبح دیروز 28 دی ماه، بعد از اینکه مامورین پاستگاه بیتوش در استان کردستان به سوی 6 رأس اسب کاسبکاران منطقه شلیک کردند، مردم و کاسبکاران به پاسگاه حمله کردند، پاسگاهی که به قاتل کولبران معروفه و پرونده ها و اسناد پاسگاه رو با خودشون بردند. یک کولبر به نام شورش عمری در ارتفاعات سردشت سقوط کرد، کشته شد. این کولبر 35 ساله متأهل و دارای 2 فرزنده، یک دختر، او هم سال گذشته به نام سوزان عمری در کوره آجرپزی به دلیل ترکیدن و انفجار کپسول گاز کشته شد. فیلم و عکس‌های زیادی از آتش زدن بنر آقای خامنه‌ای در قم، بلوار حمزه سید و شهدا نزدیک پمپ گاز پارسیان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و نشون میده که غیر از شعار نویسی که به طور گسترده‌ای در حال انجامه، سوزوندن و پاره کردن و پایین کشیدن تصویرهای آقای خامنه‌ای هم کماکان جریان داره. فیلمی هم از مسابقه دیروز فوتبال در استادیوم اهواز منتشر شده که جمعیت در اون یک صدا شعار میدن که مسئولین بی غیرت، نمیخوایم. استفاده از فضاهای عمومی مثل ورزشگاه ها، سالن ها و غیره برای دادن شعار علیه مسئولین کشور و فریادهای اعتراض مردم از روش‌های شناخته شده است که امکان مهارش هم بسیار سخته. خبرگزاری بلومبرگ هم در تحلیلی راجع به اعتراضات اخیر ایران به درستی تحلیل کرده که به دلیل از بین نرفتن عللی که این ناآرامی ها رو ایجاد کرده، مثل فقر، بیکاری، گرسنگی، فساد مسئولین و مشکلات کشور، این اعتراضات و انقلاب اخیر از بین رفتنی نیست. روزنامه تایمز لندن هم گزارش مفصلی رو چاپ کرده در خصوص اعتراضات اخیر، موج دستگیری ها و کشتار و جنازه دستگیر شدگانی که زیر شکنجه کشته میشن رو جلوی خانه پدر مادر انداختن و مواردی از این قبیل. موضوع دوم این که احسان محمدی، دانشجوی فعال صنفی دانشگاه تهران، از 11 دی ماه بازداشت شده. تا کنون از اون خبری نیست و کمپین هایی هم شروع شده برای گرفتن خبر از این دانشجوی زندانی. علیرضا نیکزاده درویش گنابادی که 9 دی ماه در سمنان با وجود کهولت سن با خشونت تمام بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب سمنان به 3 سال حبس محکوم شده. 1 سال بابت تبلیغ علیه نظام، 2 سال توهین به رهبری، که البته ماده 134 قانون تعزیرات، اگر این حکم در تجدید نظر هم تایید بشه، 2 سال حبس برای او خواهد داشت. دبیرهای 200 کانون و تشکل دانشجویی به اضافه 1000 دانشجو هم که انفرادی امضا کردن، نامه‌ای سرگشاده‌ای منتشر کردن. در اون خواستار این شدند که فیلم ساخته رضا درمیشیان من عصبانی نیستم، که موضوع اون یک دانشجوی ستاره دار هست، به اجازه اکران عمومی پیدا کنه. موضوع سوم این که در خوزستان آلودگی هوا 66 برابر
حد مجاز شده، عملا زندگی رو ناممکن کرده. فردا شنبه تمام مدارس، تمام مقاطع در تمام شهرهای استان تعطیل اعلام شده. مسابقه فوتبال بین فولاد خوزستان و پیکان هم تعطیل شد و مشکلی که عملا زندگی رو در این استان زرخیز و آباد ناممکن کرده. شهرهای بزرگی مثل اهواز تعطیل میشن و مسئله هوا که راه حل داره، ندانم کاری ها، بی لیاقتی ها و ناتوانی ها کار رو به اینجا رسونده. در شرایطی که یکی از بزرگترین استانهای کشور با چنین مشکل دست به گریبانه، آقای علم الهدا خواستار افزایش درآمد طلاب شده و ایشون فرمودند که طلاب ما باید مستقنی باشند. انگار نه انگار که در این مملکت میلیون ها کارگر و بیکار و طبقات مختلف با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن، ضمن اینکه حضرات سالها شعار میدادند که روحانیت شیعه خودکفاست، مردم پولش رو میدن و به دولت احتیاج نداره، اما الان چنگ انداختن، فشار میارن برای اینکه بودجه های عمومی رو هرچه بیشتر به روحانیون اختصاص بدن. آقای زنگنه وزیر نفت هم بالاخره به صدا در اومده، تأیید کرد که اختلاس و دزدی بیش از 100 میلیارد تومان در بخش مدیریت اکتشاف صورت گرفته. فرد دزدی کرده از کشور خارج شده، گفته از طریق پلیس بین الملل دنبالش هستیم و چندین مسئول هم به دلیل قصور در انجام وظیفه برکنار شدن. جناب سید حسن نصرالله رهبر حزب الله هم تکذیب کرده که حزب الله در قاچاق مواد مخدر دست داره و گفته پولی که به حزب الله اختصاص می‌یابد برای اقدامات حزب الله در عرصه‌های مختلف کافی است. این پول از کجا اختصاص پیدا می‌کنه؟ سال گذشته ایشون در یک سخنرانی صراحتاً گفت که اسلحه، نان، آب، پول و همه چیز حزب الله از ایران می‌آید و تا زمانی که ایران پول داشته باشه، حزب الله هم پول داره. موضوع چهارم این که مجلس نمایندگان امریکا شرایط سخت تری رو گذاشته، در حال بررسی است که اگر تصویب بشه، بازرسی از تمام سایت ها اعم از نظامی و غیر نظامی بلافاصله باید در برجام گنجونده بشه. مسئله محدود کردن موشک های بالستیک، عدم دخالت در منطقه. در سنای امریکا هم همزمان شرایطی در همین حدود و به همین سختی در حال بررسی است که در چند ماه آینده با توجه به حرفهایی که آقای ترامپ زده، اگر کنگره امریکا هم تصویب کنه، اون وقت امریکا باید متحدین اروپایی رو با اون هماهنگ کنه. مجله فوربس هم گزارش کرده که به تدریج مواضع سه کشور اروپایی که عضو کشورهای پنج به اضافه یک هستن داره به امریکا نزدیکتر میشه. مسئله ای که آقای لاوروف پیشا پیش اخطار کرده و گفته اگر شرایط جدیدی گذاشته بشه و ایران نپذیره، برجام از هم میپاشه و این پیام بدی رو برای کره شمالی خواهد داشت. ترکیه حملات توپخانه‌ای رو به ناحیه افرین در مرز ترکیه و سوریه که مقر کردهای سوریه هست و یگانهای مدافع خلق قرار دارند زیر آتش توپخانه گرفته. ترکیه بعد از اینکه امریکا اعلام کرد 30,000 نیرو را آموزش میده، به شدت اخطار کرده و حالا رسما دست به فعالیت و حمله نظامی زده. موضوعی که احتمالاً بحران رو بالا میبره، ضمن اینکه وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش ترکیه دیروز پنج شنبه ناگهان به مسکو رفتن. اما خبر موضوع آخر این که در قم، اصفهان، شیراز، بیرجند، زابل و چند شهر دیگه نماز باران خوانده شده.
البته در تهران که خوانده نشده باران اومده، اما در این شهرها خبری از باران نیست. آقای امامی کاشانی هم فرمودند در نماز جمعه که اگر پیغمبر بودند و کارخانه تعطیل میشد، میرفتند ببینند که چطور این مسئله رو میشود حل کرد. نگفته نماند آقای امامی کاشانی در این سالیان مالک چندین کارخونه هستند، خودشون و پسر و نهادهای زیر نظرشون. دندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.